1368. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا لا احسن الحال. بسم الله الرحمن الرحیم. متن گزارش کامل پرونده هویت علامت سوال. حاشیه تهران 1385. فر با خوش فر با آی فر با فر با Thank you.
جونمه که الان میخواد بیاد و به من قور بزنه. مادر الهی قربونت برم، من جایی که از صبح تلو با این دوربین برمیدی کمکی به من بود. الهی قربونت برم. خاله جان دست درد نکنه. میتونم من بچه ها هم که مشغول بازی سنگین و شطرنج هم میشیم از صدام زب میکنه رخت هم میشیم روش باش میرم شما خسته شدی ها قربونت برم عزیزم اون زب رو به من میدی نمیخواد دست به هیچی بزن سی زره کمکت کنم برو به شوهرت بگو بیا جلو مردم آبروداری کنه میبینی تو رو خدا یه بند نشسته پای تلویزیون همه مرده همینه برو باشه سروش میوه های خونمون رو تموم کردی بسه دیگه های بازی کنم مثل جان تری خسرو ببین میای خونه خواهر من چی کار میکنی بعدن گله نکنی مگه من چی کار کردم صاحبشم که هنو نیمده شهزاد اینجا فوتبال ای خدا چه گیری کردیم یا فوتبالم نمیتونیم ببینیم پاشو چش خانم چش عجب بازی بود تا زن نگرفتی بلند شو برو فوتبال نگاه کن سلام مخلصم سلام بیبی خانم حال شما خوبه خوب هستید شما اینجوری نگاه نکن فوتبال بود آخه بله قربان احتمالاً تو این هفته قاضی دستورشو صادر می‌کنه به محض اینکه دستور قضایی صادر بشه و اشکان سالاری آزاد بشه ما ردشو می‌زنیم تا بتونیم سر نخای جدید پیدا کنیم گوش کن سبا نمی‌خوام یک لحظه ازش غافل بشی بله شما خیالتون راحت باشه نتیجه آزمایش چی شد مواد مخدری که از اشکان سالاری پیدا شده قربان یه نوع جدیدی از قرصای روانگردانه که تا حالا تو مملکت ما نبوده برای همین باید ریشه‌شو بسوزونیم پس دیگه نیازی به سفارش نیست حتما نگران نباشید شب بخیر شبتون بخیر جناب سرگرد ببخشید یه لحظه این کادو تولد کیانه یادم رفت بهتون بدم از طرف من بهش تبریک بگم ممنون قابل شما رو ندارم شب بخیر شب شما بخیر سلطان کلمبو میذاشتی سلطان خسرو ما با هم رفیقیم دوستیم شهزاد خانم شما خوبی؟ مرسی معرفی میکنم آقای خسرو حقگو کارمند مخابرات با جناق بند آقای مهندس شهزاد خانم خواهر خانم منه چشم همسر عزیزم سلام ننه خسته نباشی سلام عزیزم کجاست؟
والا از سر شب تا حالا ازش خبر ندارم، نمیدونم. یه تلفن بهش بزن. تو خودتو نگران نکن. چشم. بگیر هم مرکز ارجاع بده. تست موقعیت حاضر. موقعیت 14-16. قربان اتومبیل به دره سقوط کرده و احتمال کشته شدن فردی و سکته شدن دفتری. سلام. خوش اومدی. بهتره ما بریم لباسامونو عوض کنیم. راحت باشید. بفهم. با اجازه. با اجازتون. بفرمایید. بفرمایید. با اجازه. برای بررسی نهایی فوراً به مرکز اطلاع. میخوام یه عکس خانوادگی بگیرم. آقای کیا بفرم. بخندیم بخندیم. چرا بر نمیداره؟ تو رو خدا بردار. آره، تولد کیانه. خواستم بگم حاشیه تهران یه ماشین سقوط کرده. به نظر مشکوک میاد. یه جسد سوختن تو ماشینه. کجا؟ کیلومتر 20 جاده کن، نرسیده به آبشار. الانم دکتر داره روی جسد کار میکنه. خب همین قربان، منتظریم شما تشریف بیارید تا ببینیم چی دستور میفرمایید. بازپرس ویژه قتل چی؟ از صحنه بازدید کردم. قرار شد گزارش کامل رو بدم به سرهنگ. دستور غذایی داریم دیگه نه؟ بله قربان، دستور غذایی رو از بازی گرفتم. رئیس چی؟ الان از صحنه دیدن کردن، دارم با دکتر صحبت میکنن. کی اومده؟ تقریبا یه نیم ساعتی میشه. ما
مراقب اوضاع باش تا من برسم. بله سلام کیارش، علی خودت برسون خونه ما، باید بریم، ظاهرم یه قتل اتفاق افتاده. اومدم. بازی پرونده جدیده؟ ظاهرن قتل. نمیشد بذاری بعد از تولد بری؟ آخه میترسم این خسرو دوباره گوشه کنایه هاشو شروع کنه. جنازه مردمو که نمیتونم بذارم رو زمین بمونه. هوای بیرون سرده، مواظب خودت باش، بپا نچایی. خداحافظ. به سلامت. سلام قربان. سلام رئیس. ببخشید، تولد پسرم بود. بازپرس ویژه قصد گفته هر چه زودتر این پرونده رو بیارم. تا 48 ساعت دیگه باید روی میز من باشه. مگه ماموریت این تمام نشده که به سر وضعش برسه؟ نه خیر قربان، اون پرونده هنوز تکمیل نشده. من خواستم که همراه من بیاد. میخوام از شما خواهش کنم یه فرصت دیگه بهش بدید. ببین این با این سر وضعش آبرو پلیس رو میبره. سبا گوش کن ببین چی میگه. این شغل آدمای بی مسئله رو میتونه، نه هر کسی دیگه. میدونم قربان، ولی میخوام خواهش کنم شما یه فرصت دیگه بهش بدید در مورد سر وضعش. به محض اینکه این پرونده کامل بشه چشم، هر چی شما دستور بدید. فقط به خاطر تو، یادت نره. ممنونم قربان. سلام دکتر. آره دیدم سر بود. سلام.
جنازه روی صندلی مسافر بوده؟ بله. آها، منظورتون اینه که کسی دیگه ای هم بوده یا نه؟ ظاهرا دو نفر بودن که یکیشون موفق شده بپره بیرون، الان بچه ها دنبال رد میشه. خب دکتر، چی برامون داری؟ میگم جان سرگاه، فکرشو بکن، میری خونه واسه شام میارن، اونم چی؟ فسنجون، اونم فسنجون حاج خانوم. بعد یه اون زنگ میزنن، بله، یه جنازه واسه آوردن سوخته است. شد یه بار ما شما رو ببینیم، فکر شکمت نباشی؟ آمده یه جنب سرگرد ملاحظه کردی؟ علال حساب بله. میخوام دلیل قطعی مرگو بدونم. واسه گلوله نبوده، ولی فکر میکنم که با گاز میموده. گاز چی؟ ماشین؟ بله دیگه، ماشین آتیش گرفته، ازش گاز تولید شده، سوخته مرده. جنازه رو ببرید. قربان شما نگفتم من یک چیزا رو پیدا میکنم، به من میگن استوار کرمی. قربان چی پیدا کردی کرمی؟ آها بفرما قربان. موبایل دیگه اصل کاری اینجاست. بفرما. این خوبه، خسته نمشی کرم. متشکرم قربان. بپرد برس. دربندی کیارش من یه هدیه برات میارم. فکر کنم به خیلی از سوالات جواب بده. سعی کن جلوی چشم باشی. حالا سلام. خسته نباشی. تو هم خسته نباشی.
مهمونات رفتن؟ آره اتفاقا آقا خسرو دید کیان پکره اونقدر با شوخی کرد. حالا چی شده بود؟ هیچی. چایی داری؟ بفرمایید. دستت درد نکنه. شبنم این پسر کی بود؟ همین که با کیان اومده بود. بکنم از دوستای کلاس زبانش باشه. چطور؟ هیچ. برو بخواب. خسته نباشی. چطه؟ خسته ای؟ قرص سرما خوردی؟ سرما خوردی؟ برو برو خودم برات میارم. تو دیر کردی، من شما درست کردم خوردم. گرم کنم. من صبح باید برم زود دانشگاه. الان میذارم خستم. میرم میگرم میخوابم. صبحم بیدار شدی صبحانه رو واسه حاضر میکنم. باشه؟ شب بخیر.
قرص فشارت هم جدی بگیر بیبی. من قرصم میخورم اما بازم فشارم بازم. تغذیت رو رعایت نمی کنی. برنج میخوری، نون میخوری، روغن میخوری. آخو صبحونه میخورم. دربندیه. دست هم رو بگیر. دست درد نکنی. حاضری بابا؟ نه چه حاضری؟ بذار بچم صبحونه بخوره. سر فرصت زود بیدار شه، سر فرصت صبحانه بخور. بخور ننه جون بخور. مادر کمن اینو بگی برای رو مدرس. دست شما درد نکن. سر شما درد. نوشه جون. سلام. من تو ماشینم، معطل نکنی. چشم. خدا حافظ. به سلامت. خدا همراه. نمیدونم موزه خودت باش، هوا سرد. خدا حافظ بیبی جون. خدا حافظ. به سلامت. کیان نکه دوباره خواهرتو بیاری بذاری دم در خودت ول کنی بری. یا چشم. خداحافظ. نه بسم الله الرحمن الرحیم یادت نره. سلام رو جان. سلام پاپا. با احد تماس گرفتی؟ بله، من از دیشب سعی کردم با احد تماس بگیرم ولی گوشیش خاموشه. امیر چی؟ نه امیرم که جواب نمیده. این اشکان سالاری کیه؟ این کارمنده در دزده، دارن کار دستمو میدن. تو زندان ها افتاده که خورده فروشی ها از ناحیه ماست. میخوام بگردی پیداش کنی. ببین روژان، من روی تو حساب دیگه ای باز کردم. دوست ندارم یه اتفاق دیگه تکرار بشه. فقط بگرد پیداش کن ببین کیه. چشم. فرمایشی نداری؟ خداحافظ. Done.